برام خراب با عرض سلام با خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 9 اوت سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 فوریه سال 2019 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم. خاص رئیس جمهور غنی بر دفع عملیات طالبان در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح. گرامی داشت از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور. انتقاد ناظران انتخاباتی از بازیهای دوگانه شماری از نامزدان ریاست جمهوری. آمادگی اتاق تجارت آمریکا برای گسترش سرمایه گذاری در افغانستان و تاکید نخست وزیر پاکستان برای آزادی خلبان هندی. مشروع خبرها امروز 9 اوت برابر است به روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور. در این حال شماره شهروندان کشور از این روز به گونه ویژه گرامی داشت کرده و تاکید می نمایند که باید مردم از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور پشتیبانی نمایند. رئیس تدریسات اکادمی پلیس نیز تاکید می کند که آنان برای مسلکی سازی نیروهای پلیس تلاش می نمایند. نعمت الله حبیبی. 9 اوت برابر است به روز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. این روز 2 سال پیش از سوی رئیس جمهوری افغانستان به این نام مسما شد و همساله از سوی شهروندان کشور به گونه ویژه گرامی داشت می شود. واقعاً قهرمانان ملی هستند، کسانی هستند که در تحت هر شرایطی، در هر مشکلی یا در سنگرهای جنگ میرند، از وطن ما، از دفاع، از ناموس، از کشور خود حمایت میکنند و باید روز ازیا با بهترین وجه ازیا گرامیدار شود، ازیا تجلیل شود. اینا شما خودتان متوجه هستین عزیزای دلم که امروز ما آمدیم به حمایت از اینا، پشتیبانیشان میکنیم. چی خوب است که مردم نشسته است در کنار نیروهای امنیتی باشد و همیشه همکار باشد. در گوشه دیگری از شهر کابل از روز ملی نیروهای امنیتی کشور این گونه گرامی داشت شد. مردی افغانم نگهبانی وطن، ار کجا باشم قربانی وطن. اما اینجا در مراسم گرامی داشت از روز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در اکادمی پلیس کابل برگزار شده است، نیروهای پلیس به حراس افغانان هشدار می‌دهند که بر روند گفتگوهای صلح بپیوندند، در غیر آن نابود خواهند شد. پیام ما با مخالفین و با دشمنان کشوری است که ما در هر جایی که هستیم ما با تعقیب لانه‌های شما و شما هستیم، ما در زدودن شما ما هر آن کوشش می‌کنیم. شهر بازار از نیروهای امنیتی حمایت می‌کنند، به می شکل حمایت بکنند تا دشمن بفهمه که ما امرای مردم پلیس یکیستن، اردو یکیست، امنیت با نیروهای امنیتی خود مردم یک جای است. افزون بر این رئیس تدریسات اکادمی پلیس کابل تاکید میکند که آنان برای مسلک سازی نیروهای پلیس تلاش میورزند. تعلیم و تربیت پلیس در اولویت های کاری خود قرار داده. پلیس به طرف علمی شدن و بیشتر مسلک شدن بیشتر شده و تشوشات ما از این آیه در حال رفع شده. از روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی در حال بزرگداشت می شود که نیروهای دفاعی و امنیتی در یک سال پسین تلفات بسیاری دیدند، اما آنان تاکید می کنند که اجازه سربلند کردن را به مخالفان مسلح دولت در بهار پیشرو نخواهند داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور از طالبان می خواهد تا روابطشان را با پاکستان واضح سازند. وای در مراسم امروز که از بهره گرامی داشت از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی در کابل برگزار شده بود، به طالبان نیز صدا میزند که دلیل ادامه جنگشان بر ضد نظام را به مردم ارائه کنند. رئیس جمهور غنی به نظامیان کشور نیز دستور داد که برای دفع حمله های احتمالی طالبان در صورت نرسیدن به یک توافق صلح آمادگی داشته باشند. احمد شکیب محمدی. 9 اوت سال روان روز گرامی داشت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور. در مراسمی که امروز به همین مناسبت در وزارت دفاع ملی برگزار شده است، رئیس جمهور غنی از طالبان می خواهد تا روابط این گروه با پاکستان را واضح سازد. اتاس علیک پاکستان سرت سدی څه وخت به په دې اړیکو باندې غږیږو او په کوم بین المللي قانون، په کوم اصول، په کوم اخلاقي دریز باندې تاسې ګاونډي پردي ممالکو سره
علاقه لری، علایق لری او امکانات در برابری. و از طالبان نیز خواهان ارائه دلیل به مردم افغانستان از بهر ادامه جنگ در افغانستان است. دا طالبان باندې زنارکو چې د افغانستان ولسته یو دلیل ورکی چې تاسو جنگ مشروط. ایت څه د پاره جنگیږي؟ ایت چا په مقابل کې جنگیږي؟ که دفتر غواړی خو دفتر درکو، که بندیانو باندې غږیږي بندیانو باندې غږیږي. تور لست نه بلې موږله امضا نه تور لست نه وتی نسی. څه خبره ده چې اوس مذاکره میستن راست؟ تلفات ملکی متاسفانه امسال رقمش بیشتر بوده، بیشترین مسئولیت طبعا طرف مقابل جنگ با عهده داره در این قسمت، اما بازم دقت رهبری نیروهای امنیتی دفاعی ما را با دساتیر بسیار روشن و واضح را برای در صفوف نیروهای دفاعی امنیتی ما خواستار هستیم. اطمینان از حفظ دستاوردها و بازی نکردن با سرنوشت نظامیان کشور نیز از موارد است که رئیس جمهوری به آن تاکید کرد. وی به نظامیان کشور نیز دستور داد که برای دفع حمله های احتمالی طالبان در صورت نرسیدن به یک توافق صلح آمادگی کامل داشته باشند. هدایت ما به قوای امنیتی و دفاعی ما و خواهش ما ایست که وظیفه ما آمادگی کامل برای دفع حملات احتمالی است. تمام قوای امنیتی و دفاعی ما مسئولیت دارند طبق امر خداوند جل شأنه، طبق قانون اساسی افغانستان، طبق قوانین قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که آخری بهترین آمادگی را برای دفع حملات احتمالی دشمن افغانستان روی دست بگیرد. ما از طرف خود صلح که خواست هر افغان است، صلح که نیاز افغانستان است، از هر تلاش شما به خاطر به دست آمدن صلح با عزت، صلحی که در او غرور افغانی دستاوردهای دو دهه اخیر و قربانیان قوای مسلحتان همه چیز در نظر گرفته شده باشه، ما از او صلح و از او ابتکار حمایت میکنیم. رئیس جمهوری در این نشست همچنان گفت که نظامیان افغان در خط نخست نبرد جهان قرار دارند و قربانی دادن این نیروها امنیت جهان را تامین کرده است. عبدالمجید افسر ارتش ملی که در نبردها معلول شده است میگوید که حکومت در رسیدگی به دشواری هایش بی‌توجهی کرده است. وای می افزاید که دو سال پیش هر دو پاهایش را در نبرد با هراس افکنان در ولایت هلمند از دست داده است و اکنون در وضعیت بدی به سر می برد. عبدالمجید 29 ساله که سالها دوشا دوش همقطارانش دشوارترین مأموریت ها را در ارتش ملی کشور انجام داده است و سپس هر دو پایش را در هنگام اجرای وظیفه از دست داده با دشواری راه می رود. خودمی را یک روزه می رفتم دمی را ماین مانده شد بود. خب بالاخره این طور شد که پای چپ می ماین پرانده بود. ماین پرانده بود بعد از یک مرگ دکنده کردن پاسمان چیزا کردند. وی 4 سال پیش آموزش های نظامی را در اکادمی نظامی افغانستان به پایان رسانید و پس از آن مسئولیت فرماندهی بلوک یکی از قطعات ارتش ملی را در ولسوالی کجکی هلمند به دوش گرفت، اما اکنون با دشواری های زندگی دست و پنجه نرم می کند. از توانم فعلا که نیست که استاد شوم، حداقل دولت به من یک کاری کنه که من آموزشگی باشم، با کار داری خود برسم، با کار خانواده خود برسم. اکنون وی حکومت را به بی‌پروایی به وضعیتش متهم کرده و می‌افزاید حکومت برای رسیدگی به وضعیت سربازان معلول باید توجه جدی کند. اصلا تا فعلا دولت در این اقدام نکرده جز خرابی. ما حدود 1-1.5 سال به شعبه به شعبه گشتیم، شخص خودم که این نمیتونست موقع در جای بود هیچ چیز نشد، یا کمکی از طرف دولت برش نشد. زمانی که از 400 بستر فارغ شد آوردیمش طرف خانه، 4000 افغانی به ما دادن به حساب کمک. این نگرانی ها همزمان با روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مطرح می شود. بر بنیاد آمارها در بیش از 4 سال گذشته
افزون بر جان باختن 47,000 نظامی، هزاران نظامی دیگر نیز در نبردها در کشور زخم برداشتند که بیشترشان وضعیت مشابه با این منصوب ارتش دارند. گزارش بود از شیرشاه سرباری. گفتگوهای سه روزه میان نمایندگان آمریکا و طالبان شام دیروز پایان یافت و پس از دو روز دوباره آغاز می شود. در خبرنامه طالبان آمده است که در این گفتگوها در مورد چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نکردن از خاک این کشور بر ضد کشورهای دیگر با طرف آمریکایی گفتگو شده است. پنجمین دور گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان روز دوشنبه همین هفته در قطر آغاز شد و طرفین در گفتگوهای سه روزه در مورد بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد آمریکا و کشورهای دیگر بحث کردند. اکنون ادامه این گفتگوها تا دو روز، یعنی تا روز شنبه هفته آینده، به تأخیر افتاده است. البته در یک مورد، در مورد قطع علاقه با گروه های تروریستی، پیشرفت های زیاد صورت گرفت و مسئله تقریبا حل شد، اما مانده مسئله این که در رابطه با جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی که به نظر میرسه این نیاز به بحث بیشتر و همچنان مشوره دو طرف با همدیگر دارد. در همین حال برخی از آگاهان میگویند در سه روز گذشته مذاکرات مفصل و مفید میان دو طرف انجام شده و عامل بنیادی توقف دو روزه گفتگوهای صلح مشوره بیشتر با رهبر طالبان و مقامهای آمریکایی است. هم تیم آقای خلیزاد و هم تیم طالبان با هم چه مسئله مهمی ضرورت دارند که به رهبری خود مذاکره کنند، به خصوص آمریکایی‌ها که اگر جدول خروجی را میپذیرند آیا قوات های نظامی و امکاناتی که دارند به چه وقت خارج میکنند؟ دولت آمریکا و دولت مردای آمریکایی است که یک فشار را وارد بکنه سر طالبان که تا طالبان حاضر شوند با دولت افغانستان گفتگو را شروع بکنند. با وجود درخواست های مکرر حکومت افغانستان برای انجام گفتگو با طالبان، تا اکنون این گروه حاضر به مذاکرات با حکومت افغانستان نشده است. این در حالی است که ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، با نخست وزیر، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی قطر و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، و اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، دیدار و در مورد روند گفتگوهای جاری و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان گفتگو کرده است. رئیس جمهور غنی میگوید که جهان را قانع ساخته است تا با طالبان در مورد صلح افغانستان گفتگو کند. وای که امروز در نشست اجماعی ملی زنان افغانستان سخن میزد افزود حدود صلح را تنها افغانها تعیین میکنند و هیچ کس صلح ناپایدار را بر آنان تحمیل کرده نمیتواند. امروز نشست اجماعی ملی زنان افغانستان برای صلح زیر نام جنگ بس است در کابل برگزار شد. بانوی نخست کشور در این نشست گفت که بیشترین قربانیان جنگ در افغانستان مردم عادی این کشورند و باید جنگ دیگر پایان یابد. مصیبت میشه مردم عادی، مردم که در سرک هستند، مردم که پشت کار میکنن میرن. اینطور نیست که به هدف یک نفر ایره میکنن. از جنگ خسته شدیم. برخی از اشتراک کنندگان این نشست از طرف های گفتگو کننده صلح می خواهند که نباید حقوق بانوان را به معامله بگیرند. زنان افغانستان، ما باید به هیچ کسی، به هیچ جنایی، نه در عرصه مصالحه و صلح، نه در هیچ عرصه دیگه استفاده ابزاری از حقوق خود را نتیم. اعضای خانواده قربانیان جنگ نیز خواستار عدالت و پوزش خواهی از سوی جنگ سالاران در افغانستانند. باید از ما عذرخواهی کنند. دار باشه، صلح با صداقت باشه و صلح دروزه را نمیخواهیم. با این حال رئیس جمهوری کشور ادعا میکند که جهانیان را قانع ساخته است تا با طالبان در مورد صلح گفتگو کنند. خود طول نړۍ می قانع کرده است در سر او غگیگی. ترس ما نړۍ ته نو ویلی. ولی از کالا چا در سر او غگید؟ وی می افزاید که افغان ها صلح می خواهند، اما نه در بدل هر قیمتی، و همچنان افغان ها خود حدود صلح را تعیین خواهند کرد. وی از کشورهای منطقه و جهان خواست که در تضمین صلح با افغانستان کمک کنند. صلح می خواهیم اما نه به هر قیمت. امروز در قطعنامه تان حدود گذاشته شده، وضاحت موجود است که حدود و این قطعنامه جمله قطعنامه های دیگه، بحث های دیگه
بعد لوجرگ مشورتی بیایه. در پایان این نشست اشتراک کنندگان با صدور قطعنامه 15 ماده‌ای خواستار پایان جنگ و اعلام آتش بس در کشور شدند. و حالا وقفه کوتاه. ادامه خبرها. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تلاش‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در بخش‌های گوناگون در کشور خبر می‌دهند. مسئولان این اتاق تأکید می‌ورزند که در حال حاضر تلاش‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا برای سرمایه‌گذاری در افغانستان آغاز شده است. طاهر سدید گزارش دارد. در این نشست اعضای اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امریکا و اعضای اتاق تجارت و صنایع بلخ در مزار شریف گرد آمدند تا فرصتها و چالشهای سرمایه‌گذاری را در شمال افغانستان جستجو نمایند. برگزار کنندگان این نشست میگویند که هدف از این همایش گسترش روابط بازرگانی میان بازرگانان افغان و امریکایی است تا زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شمال کشور فراهم شود. تمام شرکت های خارجی می توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند، مشروط بر این که صلح در افغانستان برقرار شود. سرمایه گذاران خارجی آماده هستند 6 تا 7 بیلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری نمایند و این سرمایه گذاری ها در بخش های صادرات، کشاورزی و معادن خواهد بود و کشورهای آسیای میانه بازار مناسب برای سرمایه گذاران افغان خواهد بود. ما فقط یک وسیله میشیم که همین معلومات از کابل، از مزار، اگر بتانیم ایراد یا خندر جایی جذب کنیم. اتاق تجارت و صنایع بلخ نیز از فرصتها برای سرمایه گذاری در بخشای گوناگون در شمال کشور سخن می زنند. این فرصتها در این بخشای بشنین در بخش معدن، در بخش زراعت، در بخش ساختمانی فرصتهای سرمایه گذاری مشترک موجود است که ما بتانیم از این طریق کنفرانس های توسل تجارتی بتانیم شراکای خوب پیدا کنیم. ما شروع باید بکنیم از خود سرمایه گذاری های خود در افغانستان بکنیم که اونا را قناعت داده بتانیم که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنیم. قرار است تا دو ماه دیگر نشست بازرگانی در ایالات متحده آمریکا برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی برگزار شود و مسئولان اتاق تجارت افغانستان آمریکا نیز از بازرگانان افغان می‌خواهند تا طرح‌هایشان را در بخش‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این نشست شریک سازند. تا 4 ماه دیگر سیستم ریال تایم منیجمنت به منظور گردآوری 10% مالیات از کارت‌های مصرفی تلفن در کشور فعال می‌شود. وزیر مخابرات میگوید که بر بنیاد این سیستم که با هزینه بیش از 11 میلیون دلار آمریکایی که قرار است از سوی یک شرکت خارجی عملی شود، گردآوری مالیات از کارت‌های مصرفی تلفن به گونه شفاف به خزانه دولت واریز خواهد شد. وقفه میگیریم و برمیگردیم. نگاه به رویدادهای جهان. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که برای نشان دادن صلح و طلبی خلبان هندی به اسارت گرفته شده را آزاد خواهد کرد. بر بنیاد گزارش‌ها، عمران خان نخست وزیر پاکستان این تصمیم را در پارلمان این کشور اعلام کرد و گفته است که سیاست پاکستان تمرکز بر تشنج زدایی دارد. مقام‌های هندی این اقدام پاکستان را نمایش قبیحانه یک شخص مجروح نامیدند و از پاکستان خواستند تا فوراً خلبان این جنگنده را آزاد کند. مذاکرات آمریکا و کره شمالی بدون توافق به پایان رسید. بر بنیاد گزارش‌ها، نشست کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در هانوی ویتنام زودتر از موعد مقرر به پایان رسیده و کاخ سفید تایید کرد که گفتگوی دو طرف بدون توافق به پایان رسیده است. با این حال، آقای ترامپ هم در نشست خبری گفته است که روابط مستحکمی با کیم جونگ اون دارد و از وی خواستار اقدامات بیشتر شده است. و رئیس جمهوری ایران استعفای وزیر خارجه این کشور را رد کرده است. بر بنیاد گزارش ها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از محمود جواد ظریف خواست تا به وظیفه‌اش ادامه دهد. با این حال، آقای ظریف از ناتوانی در ادامه خدمت و از بهر تمامی کاستی ها عذرخواهی کرده اما علت تصمیمش را توضیح نداده است. وی دانش آموخته ایالات متحده آمریکا و نیز طراح اصلی توافق جامعه هسته‌ای سال 2015 میلادی با 6 قدرت بزرگ جهان است.
و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهیتان. شب شما خوش. خدا نگهدار.